عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز، ارجمندم. زبان یک جریان مداوم بیوقفه شبیه رودخانه است. خوب که به زبان دقیق بشیم و تاریخ گذرای زبان متوجه حضور جاپای تاریخ در همه جا خواهیم شد. بعضی تغییرات هست که در هر زبانی پدید میاد که ناشی از جنگ هاست، ناشی از تفوق نظامی است، ناشی از اشغالگری است، گاهی وقتا ناشی از برتری فرهنگ هاست. فرهنگی برتره یا زبانی غنیتره بر زبان دیگری چیره میشه و جاش رو میگیره یا تغییرات اساسی درش ایجاد میکنه. وقتی ناگهان ترک ها میل میکنن به این که برن به سراغ دبیره لاتین، یعنی یک گروه ناسیونالیست در اون کشور بر سر کار آمده که میخواد ترکیه رو ببره و در چهار دیواری ناسیونالیست دوباره تعریف بکنه بعد از امپراتوری عثمانی و تحقیری که ترک‌ها از بابت ریزش امپراتوری تحمل کردن. خب زبان فارسی هم زبان بسیار نیرومندی بوده که موفق شده خودش رو حفظ بکن علارغم همه اشغالگری ها، ایلغار ها و اداره مملکت یا رهبری مملکت به وسیله اجانب. بیش از هزار سال مزاره زبان فارسی به عنوان یک زبان برتر و رسا و یک زبان خیلی ارزشمند حتی توسط خود نیروهای مهاجم هم که ریخته بودند و مملکت ما گرفته بودند حرمتش محفوظ ماند. حتی بسیاری از اونها این زبان رو به ممالک دیگه هم بردن، مثل مغول‌ها که زبان فارسی رو به هندوستان و در ترویجش سخت کوچیدند، یا در امپراتوری عثمانی شاهان عثمانی که در اشاعه و ترویج زبان فارسی خیلی کوشا بود. با چی هستی؟ میخوام این بار یه نگاه دیگری داشته باشیم به زبان و دیالکتیکی که در زبان حضور داره، حضور تاریخ در زبان که به نظرم خیلی مسائل مهمیه. بعضی ها زبان رو از یک دید ناسیونالیستی بهش نگاه میکنن یا تصور میکنن که مثلا واژه هایی که در زبان هست متعلق به فرهنگ یا زبان دیگری است، اینا باید حذف بشه، در حالی که کار زبان ایجاد ارتباط. هر چقدر زبان از نظر واژگان نیرومندتر و قویتر بشه در نتیجه رساتره، یعنی یه وسیله ارتباطی خیلی محکم و استواری است که نیاز نداره که دیگران جورش رو بکشن. آقای دکتر اسامی نوذری، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان گرامی شما. امیدوارم حال شما خوب باشه. ممنون هستم. دکتر نوذری، خب آموخته های ما در واقع میگه که اقوامی بودن از سیبری، از نواحی شمال روسیه، امروز به ایران کوچیدن. ولی خب به زبان شناسی نگاه بکنیم متوجه میشیم که نه، برعکس، به احتمال زیاد مهاجرانی بودن که از سمت دیگر، یعنی از آفریقا آمدن به نواحی همین به اصطلاح لرستان امروز ما، بختیاری امروز ما، و بعد اونجا ساکن شدن. میخوام حالا از دید شما به عنوان کسی که آشناس به تحول و تطور در زندگی انسان به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که زبان اینجا چه جایگاهی داره، چه چیزهایی میشه ازش استخراج کرد که کمک بکنه به شناخت بیشتر ما، به شناخت بیشتر ایران و کسان اقوامی که در ایران زندگی میکنن. بفرم. ببینید، در بیولوژی هر بار که زبانی از بین میره از اون با واژه یک فاجعه یاد میکنن، یک بحران. هر بار که زبانی از بین میره از اون با واژه بحران فاجعه یاد میکنن. بنابراین همه ما باید سعی خودمون رو بکنیم که تمام زبانها رو در میهن خودمون زنده نگه داریم. همه ما آفریقایی هستیم، همه ما آفریقایی هستیم. باید سر بزنیم به بالای 100 هزار سال پیش، زمانی که گذشتگان ما قاره آفریقا رو ترک میکنند. گذشتگان ما یک سفر طولانی رو آغاز میکنند.
و همیشه گفتم در طی این سفر یک عده باقی میمونند، یک عده که شباهت هایی به هم دارن به سفر ادامه میدن و بعد اونها به جای میرسن، اونجا ساکن میشن و عده دیگری به سفر ادامه میدن. و این دو دلیل بزرگ داره. یکی انحنایی که در کف پای ما هست. این انحنا باعث میشه که در موجودی به نام انسان مدرن توانای راهپیمایی های طولانی امکان پذیر بشه. یعنی اون وزن سنگین شما روی دو تا وکتور تقسیم میشه و استخوان پای شما رو خرد نمیکنه. بنابراین انسان موجودی میشه که نمیتونه سری بدوه اما میتونه مسافت های طولانی رو طی کنه. و دلیل دوم کنجکاوی هست. انسان موجودی کنجکاو هست و بنابراین برخی به این سفر ادامه میدن. لفه فونداتور، فاندینگ ایفکت. بالای 60,000 سال پیش سرانجام انگوش شماری واقعا به کوههای زاگرس ما میرسن. حالا اون عده که خاک آفریقا رو ترک میکنن و میرن به سر تا سر دنیا بین 500 تا 2,000 نفر بودن. 500 تا 2,000 نفر که بالای 55,000 سال پیش برخی از اونها به استرالیا میرسن. استرالیا در اون زمان هم یک جزیره است اما ژرفای اقیانوس کمی پایین تر است، اما جزیره است. و ما میدونیم که به لطف یک سری شناور به استرالیا میرسن و ساخت شناور نیازمند ایجاد ارتباط است. بنابراین در اون زمان بدون تردید میان این افراد ارتباط برقرار شده بوده بالای 55,000 سال پیش. بنابراین جزیره ای هست به نام استرالیا، اقیانوسی هست، در آن زمان هم استرالیا یک جزیره است، اما ادهی دل به دریا میزنن. امیدوارم بینندگان شما به شکوه و عظمت این سفر پی ببرن. به شکوه و عظمت این سفر. امروز ما معتقد هستیم که دلیل این کنجکاوی آتش سوزی بوده. یعنی آتش سوزی در استرالیا باعث میشه که ادهی این جزیره رو از دور ببینند. آتش سوزی در این باره. بنابراین شناورهایی رو تهیه میکنن که نیازمند به ارتباط است. حدود 40,000 سال پیش به اروپا میرسند. اما میهن ما بالا 60,000 سال پیش است. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. آمریکایی ها، ایرانی ها، لور ها، بلوچ ها، آذری ها، پارسا، همه ما آفریقایی هستیم. حالا سری بزنیم به گذشتگان خودمان. بنابراین 500 تا 2,000 نفر خاک آفریقا رو ترک کردن، سفری طولانی رو آغاز میکنن. لفه فونداتور، عده‌ای باقی میمونن، عده‌ای که شباهت‌هایی به هم دارن به سفر ادامه میدن. و در این میان ما شاهد چالش آب و هوا هستیم. ما در حال حاضر در میان دو عصر یخبندان زندگی میکنیم که بالای 12,000 سال پیش آغاز شده. اما یادتون باشه الان ما رفتیم به 100,000 سال پیش و در زاگرس ما رفتیم به بالای 60,000 سال پیش. بنابراین چالش هوا به شدت جدی هست و بعد چالش بیماری، غذا، چالش های زیادی که گذشتگان ما داشتن. حالا گذشتگان شما و من و همیهنان ما ساکن زاگرس میشن، به سفر ادامه نمیدن. عده به سفر ادامه میدن، میرن جاهای دیگه، قاره های دیگه، سرزمین های دیگه. گذشتگان ما در اینجا که همونطور که خود شما فرمودید لرستان به راستی مهد تمدن و فرهنگ ما هست. اونها در این کوههای زاگرس باقی میمونند. چرا؟ چون پناهگاه های زاگرس به راستی به اونها پناه میده. ژرفای برخی از این پناهگاه ها 200 متر است. بلندای اونها 20 متر است. اصلا فوق العاده است. و گذشتگان ما یک دید داشتن بر این دشت. یعنی چی؟ یعنی امنیت. و خب این غارها شما تصورش رو بکنید، ژرفای 100 متری، 200 متری، اون بلندا. و واقعا بایستی که سپاسگزار زاگرس بود. حالا ما حدود 4,000 سال پیش یک گرمایش شدیدی در اون چی که امروز میهن ما نامیده میشه داریم. بنابراین گذشتگان ما این سرزمین رو ترک میکنن به سوی نواحی شما و بعد از بالای 3 قرن دوباره برمیگردن. بنابراین نرید دنبال گذشتگان خودمون در سیبری بگردیم و اون نواحی.
یک بار دیگه تکرار کنم که همه ما آفریقایی هستیم و در حال حاضر در سرتاسر دنیا ما تنها یک نژاد داریم، نژاد یهود، نژاد آریا، نژاد هیچ کدوم از اینها واقعا هیچ مفهوم علمی نداره. شما دارای فرهنگ آریایی هستید، اون یک فرهنگ هست. شما دارای دینی هستید، اما نژاد یک واژه علمی هست که از اون نمیشه به این سادگی ها استفاده کرد. نژاد یک واژه علمی هست و در حال حاضر اگر از هممیهنان ما بپرسن نژاد شما چی هست؟ پاسخ ساپینس هست. بنابراین تکرار کنم، من از نژاد ریچارد هستم، از نژاد آریا هستم، از نژاد یهود هستم، از نژاد عرب هستم، همه زائد و خطرناک و غیر علمی هستن. حالا برگردیم به گذشتگان خود ما. ما نزدیک به 2 میلیون سال پیش شاهد یک مغزی هستیم که رشد پیدا کرد، گذشتگان دور ما، و بعد رشد مغز بالاتر میره تا میرسه به 1450 گرم. اما میان مغز ما و این دهان ما ارتباطی نیست. یعنی اون چی که در مغز ما میگذره باستی که بتونه خودش رو بیان کنه، این امکان وجود نداره. تا اینکه سرانجام این زبان ما و این حنجره ما به سوی عقب رنبش میکنه، آرواره های ما در طول زمان ضعیفتر و ضعیفتر میشن، از این حالت عمودی خارج میشن، دندان های ما لطیف میشن. اگر شما دوتا از دندان های جلوی خودتون رو بردارید نمیتونید صحبت کنید. میخوام به شما بگم که یک ارکستر بایستی که وارد میدون بشه تا میان مغز و میان دهان ما ارتباطی که برقرار شده بتونه خودش رو بیان کنه. یک بار دیگه تکرار میکنم، در تمام این اعضا اگر عضوی نقش خودش رو درست بازی نکنه شما توانایی صحبت کردن رو از دست میدید. برای مثال انسان ناندرتال که از گونه ما نیست، گونه دیگری از انسان هست، اون هم در میهن ما بوده. اون هم آخرین بار حدود 42 هزار سال پیش ما شاهد حضور این انسان در باب یوان هستیم در کرمانشاه، اما دیگه در میان ما نیستن. در سرتاسر دنیا از بین رفتن، در بلژیک بودن، در فرانسه بودن، در آلمان بودن. اصلا به خاطر همین به اونها میگیم ناندرتال، به خاطر دره در آلمان. در مورد این انسان آرواره و استخوان هیویی و زبان و حنجره و سینوس ها اون موقعیت و اون جایگاه و اون شکل و فرمی رو ندارن که در مورد ما، بنابراین نمیتونستن به روانی ما جمله بسازن. حالا این انسان، شما و من، گذشتگان ما این توانایی رو پیدا میکنن که در زمان گذشته گذشته بسازن. برای نمونه گذشته پیوسته، گذشته نزدیک، گذشته دور، یا ماضی بعید، ماضی استمراری، و در زمان آینده میتونن آینده بسازن. یعنی آینده رو میتونن به فصل‌های متفاوتی تقسیم کنن. پرندگان برای نمونه جمله میسازن. پرندگان توانایی ساختن جمله رو دارن، یعنی فعل و فاعل داره، برخلاف برای مثال تمساح. تمساح میتونه سیلاب بسازه، گاه واژه، نه بیشتر از اون. اما هومو ساپینس ساپینس ها، گذشتگان شما و من، این توانایی رو پیدا میکنن که اون چه که در مغز میگذره اون رو بیان کنن. و از اون طرف در زمان گذشته و در زمان حال و در زمان آینده اون رو هم تقسیم بندی کنن که فوق‌العاده است. شما تصورش رو بکنید به همین گذشته استمراری، این همه شعرهای زیبا، این ادبیات غنی، واقعا نتیجه همین هست که شما رو مست میکنه. یا آینده نزدیک و دور، آینده پیوسته، یعنی پیچیده تر و پیچیده تر میشه. در حال حاضر ما دارای حدود 8000 زبان در سرتاسر دنیا هستیم. در حال حاضر ما دارای حدود 8000 زبان هستیم. بیشترین تعداد زبان ها در مهد همه ماست، یعنی در آفریقا. به این دلیل هست که آفریقا غنی ترین قاره ما هست. ما در آفریقا حتی روستاهایی رو داریم که در اونها زبانی که صحبت میشه تنها 8 حرف داره، یا ما زبانهایی رو داریم که در اونها حرف صدادار هست تنها، یا کاف و گاف و ب و پ
و لام اصلا حضور نداره، اصلا حضور نداره. ما امروز زبانهایی رو داریم که تنها 100 نفر با ما صحبت میکنند. و بنابراین تکرار کنم که هر بار که زبانی از بین میره یک فاجعه بزرگ هست. حالا گذشتگان ما در طول 60,000 سال میرن که به یک فرهنگ و به فرهنگهای غنی حیات بدن، میرن که به یک زبان و زبانهای گوناگون حیات بدن، و این همه به لطف همبستگی و همیاری و هوای همدیگر رو داشتن. یادتون باشه حالا ما انگوش شمار آدمی داریم که در این لرستان ما هستند. چالش و آب و هوا هست، سرمای شدید هست. ما در حال حاضر در میان دو عصر یخبندان زندگی میکنیم. در آینده ما دوباره وارد عصر یخبندان خواهیم شد. زمان اون رو دقیقا نمیدونیم، اما میدونیم که دوباره وارد عصر یخبندان خواهیم شد. و بنابراین الان واقعا در میهن ما همه ما لور هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما بلوچ و آذری هستیم. شما نگاه کنید به یک جعبه مداد رنگی، گاه به گاه ممکنه که رنگ ها متفاوت باشن، اما مداد همون مداد هست، مداد همون مداد هست. و من امیدوار هستم که هممیهنان ما اجازه بدن که بیولوژیست ها هم وارد میدان بشن، متخصصین ژنتیک وارد میدان بشن، متخصصین اپیژنتیک وارد میدان بشن. ما تا به حال مرتب جامعه شناس ها رو شنیدیم، ما تا به حال اونها رو شنیدیم که بسیاری از اونها واقعا بیانهای اونها پایه علمی نداشت، اما امروز به لطف بیولوژی، به لطف ژنتیک، به لطف شناخت این ایزوتوپ ها، به لطف پل زدن به گذشته، همه ما به راستی در ایران همونطور که بارها گفتم بلوچ و کرد و آذری هستیم، همه ما عرب هستیم، در خوزستان همیهنان ما، همه ما پارس هستیم. و ما دنبال خاصی در بدن آدم ها نگردیم، ما دنبال نژاد خاصی نگردیم، و نژاد همه ما ساپینس هست. بنابراین در میهن ما بایستی کماکان حافظ تمام این زبان ها باشیم، حافظ تمام این فرهنگ ها باشیم. و ما امروز سوای بر بیولوژی و ژن از زبان هم استفاده میکنیم برای نگارش تاریخ. دکتر روزنی، به درست گفتید که هر زبانی که حتی زبانهای کوچه که چند نفر بهش تکلم میکنه وقتی از بین میره فاجعه است. چرا فاجعه است؟ به خاطر اینکه ما نیازمند هستیم برای نگارش تاریخ تا از دریچه های متفاوتی به پدیده ها نگاه کنیم. برای نمونه از کربن 14 ما مرتب استفاده میکنیم. نیمه عمر کربن 14، ایزوتوپ کربن 5730 سال هست. بنابراین اگر ما پیراهنی پیدا کنیم، اگر ما وسیله چیزی پیدا بکنیم، میتونیم با اون، با استفاده از این ایزوتوپ پل بزنیم به گذشته، سن اونها رو مشخص کنیم. یا برای نمونه اگر ما آرواره‌ای پیدا بکنیم روی این دندان جرم میبنده، این جرم واقعا قصه برای گفتن داره. ما امروز میتونیم با استفاده از میکروسکوپ بدون صدمه زدن به این جرم وارد اون جرم بشیم، جرم دندان، و ببینیم که برای نمونه در 100,000 سال پیش اون آدم چی میخورده، غذا چی میخورده، یا در دهان اون آدم چه میکروب هایی بودن، چه ویروس هایی بودن. یعنی شما حیرت میکنید با چه دقتی، با چه دقت بالایی میشه تاریخ رو نگارش کرد. اما ما امروز این توانایی رو داریم که با گذشته پل بزنیم به لطف بیولوژی، برخلاف حدس و گمان، برخلاف حدس و گمان برای مثال توسط این تاریخ شناس یا این از کسی دیگری اون رو شنیده. اینجاست که واقعا علم که یکی از زیباترین دستاوردهای انسان هست این فرصت رو پیدا کرده که تاریخ رو به نگارش در بیاره به یک شیوه متفاوت. موزیک هم همینطور. برای نمونه ما در شمال آفریقا از ترانه های آمازیغ استفاده می کنیم برای نگارش تاریخ. آمازیغ ها بالای 30,000 سال قدمت دارن در شمال آفریقا، و خوشبختانه امروز پادشاه مراکش بودجه سنگینی رو اختصاص داده به زنده کردن دوباره این زبان. یعنی میخوام بینندگان شما بدونن که چقدر اهمیت داره حفظ همه زبان‌ها در میهن ما. تا جایی که کشورهای دیگر متوجه این مسئله شدن که میلیاردها دلار خرج این مسئله میکنن. بنابراین شما برای پل زدن به گذشته از زبان هم
بازی که استفاده بکنید، چون زبان ها ریشه مشترک دارن، برمیگردن به عقب، همونطور که همه ما ریشه مشترک داریم، ما و یک پرستو و یک عقاب و یک خرگوش همه پسرخاله و دخترخاله هستیم. کافی است که به ژن های اونها نگاه کنید. شما و یک دانه برنج دارای 24% ژن مشترک هستید. شما بینندگان شما و یک دانه برنج. ما و بسیاری حتی از درخت ها، به خاطر همین هم هست که شما دوپامین، سروتونین، این نوروترانسمیتر ها رو در سایر حیوانات هم میبینید، در گیاهان هم اونها رو میبینید. یا اگر شما به مغز یک عنکبوت نگاه کنید، دقیقا همون مکانیزمی رو داره که مغز شما، همون نوروترانسمیتر ها رو استفاده میکنه، همون نورون هست. بنابراین این ریشه مشترک داشتن هم در مورد خود ما هست، در مورد ژن های ما هست و در مورد زبان هایی هست که در دنیا وجود داره. کاملا تشکر، توضیحات جالب دکتر حسام نوذری عزیز. اگر در گفتگوهای بعدی پرسش هایی بود، حتما از طریق فیسبوک ایران فردا با ما در میان بگذارید، حتما در مصاحبه های بعدی پرسش های شما رو هم لحاظ میکنیم. بنابراین هر زبانی امروز حائز اهمیت از هر زبانی واقعا میشه بخشی از تاریخ رو یا مسیر تاریخ رو حتی استخراج کرد. این خیلی حائز اهمیت و چیزی که اسباب خوشحالی است اینه که زبان فارسی در میان زبانهای رایج اینترنتی شماره 6 خیلی مهمه، نشون میده که نسل زبان در ایران چقدر فعال از طریق زبان فارسی برای ایجاد ارتباط و خود این البته به شکوفایی زبان کمک میکنه، این به رواج زبان، اما تردید دارم که به شکوفاییش کمک بکنه، چون دیدم که اغلب کسانی که استفاده میکنن از زبان دخل و تصرف هایم درش میکنن متاسفانه و دیگه رعایت گرامر رو از این قبیل زیاد مورد توجه نیست. من وقتی که سالها در بروکسل زندگی میکردم همه به 3-4-5 زبان راحت صحبت میکنن و واقعا در میهن ما هم ما باستی بدونیم که به راحتی فرزندان ایران میتونن به چند زبان صحبت بکنن و چقدر که بیشتر از زندگی لذت میبرن. ما در حق با شما، من معتقدم که باید آزاد بگذارن دانش آموزان رو حتی انتخاب بکنن زبان دوم سوم رو، یکی از لهجه‌های ایرانی رو فرا بگیرن، خیلی کنه به ایجاد ارتباط به جای تحقیرش. ما سعی بکنیم که این زبانها رو ترویج بدیم و تشویق بکنیم نسل جوان رو، به جوانها رو، بچه ها رو در مدارس که انتخاب بکنن حالا زبان آذری رو دوست دارن، ترکی رو، ترکی درسته زبان ترکی است اما ما آذری هم در اونجا، یا حتی در مراکش، من وقتی به مراکش میرم شما خودتون همه بربر صحبت میکنن، فرانسه صحبت میکنن، عرب صحبت میکنن، البته در مراکز دانشگاهی زبان بیشتر فرانسه است. تشکر، این گفتگو رو حتما پی میگیریم دکتر، موافقی؟ با کمان حتما نمیم. پی میگیریم با دکتر نوذری عزیز در برنامه های آینده. ممنونم از حضورت آقای دکتر سامنوری، تشکر میکنیم هر دو از رضا کیار برنامه رو هدایت کرد. یه جایی تصویر دکتر نوذری کیفیت اندکی از دست داد دیگه، ممنون که تحمل کرد.